موقعی که انقلاب‌های اروپای شرقی رخ داد و در درون شوروی هم مشکل پیش اومد، اونجا غربی‌ها طراحی کردن، گفتن ما استفاده می‌کنیم از انقلاب‌ها. من نمی‌خوام بگم دلیل اون انقلاب‌ها کارهای غرب بوده یا دلیل فروپاشی کارهای غرب بوده، ولی غربی‌ها کمک کردن به این فروپاشی و 4 تا خاکریز رو گفتن به لحاظ تاریخی از روسیه پس می‌گیریم. یک، آلمان شرقی همسایگی بلافصل شوروی با اروپای غربی رو که بزرگترین نیروی زمینی اروپا رو داشت شوروی اونجا، گفتن اینو پس می‌گیریم. به شوروی گفتن برو بیرون بهت کمک می‌کنیم. دوم اینی که گفتن کمک می‌کنیم به فروپاشی بلوک ورشو، با انقلاب‌هایی که در اروپای شرقی بود به اون انقلاب‌ها کمک کردن. بعد از اینکه اونها دچار فروپاشی شدن، تمام اون کشورها رو یا عضو ناتو کردن به عنوان اتحادیه نظامی امنیتی یا عضو اتحادیه اروپا کردن به عنوان اتحادیه اقتصادی اجتماعی. خاکریز سوم گفتن کمک میکنیم به فروپاشی شوروی. شوروی که 15 تا جمهوری بود تبدیل شد به 15 تا کشور از جمله اوکراین و گرجستانی که هست. و چهارم، حتی بعضی از نظر پرداز غربی میگفتن فدراسیون روسیه هم زیادی بزرگه، باید کمک کنیم اونم دچار فروپاشی بشه و به قیام‌ها و مشکلاتی مثل چچن کمک کنیم. روسیه موقعی که 1991 شوروی دچار فروپاشی شد، ضعف داشت در مقابل این تهاجم ناتو و غرب و مشکل داخلی هم داشت. چچن هم بود، جنگ چچن رخ داد، دودایف اینا می‌خواستن جدا بشن. در دوره یلسین که مرد ضعیف روسیه بود کاری نتونستن بکنن، ولی یلسین در سال 2000 تصمیم گرفت یک تغییری بده. یه افسر کاگبه رو آورد سر کنار و بلافاصله خودش رفت کنار و ما شاهد امپراتوری در روسیه هستیم الان. از اون موقع امپراتوری مردان کاگبه، لوک اویل و گازپرو، اینا دارن اونجا رو اداره میکنن. و من یک مقاله داشتم در ایران که 25 سال پوتین حکومت خواهد کرد، در روزنامه ایران چاپ شده، در حدود 22 سال پیش اینو نوشتم. و اون موقع پوتین شروع کرد سیاست گذشته رو تغییر دادن. این سیاست البته از 1994 اندک اندک تغییر کرده بود. موقع پریماکوف اومد گفت نگاه به غرب جواب نمیده، باید بکنیمش نگاه بشن. پوتین که به قدرت رسید اول چچن رو نابود کرد، کاملا اون مسئله استقلال طلبی رو به ضرب زور و مشت آهنین حتی با انفجارهای مشکوک در درون روسیه اینو نابود کرد. بعد شروع کرد به بازپسگیری اون جبهه ها، شروع کرد در آبخازیا حمله کرد، گرجستان، و یواش یواش در اوکراین، و میخواد اون خاکریزا رو پس بگیره. منم با جناب اتابکی موافقم، غرب رفتارش طوری بود که روسیه رو تحقیر کرد و یه دیکتاتوری مثل پوتین از این استفاده کرد. جنگ های گرجستان 2008 و جنگ های فعلی اوکراین ادامه نبرد تاریخی 220 ساله روسیه و غربه که روسیه میخواد دوباره به دشت های اروپا برگرده، غرب و مقاومت کنه. یه جمله اگه بتونم عرض بکنم بعد مفصلتر توضیح خواهم داد. به نظرم روسیه این جنگ رو از نظر سرزمینی برده. برخلاف انتظارات اولیه، پوتین لوهانسک و دونسک و منطقه دونباس رو اشغال کرده، کریمه هم 2014 برده. اینها رو بعید غرب بتونه پس بگیره. غرب مثلا نمیخواد اینا رو پس بگیره، دنبال اینه که روسیه بیشتر از این جلو نیاد. اراده غرب الان اینه که میگه اینا رو که اشغال کرده جلوش رو بگیریم، بیشتر به سمت مناطق دیگه نیاد. و بعدا حالا میتونم توضیح بیشتر. بله.